سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. من مژگان سالهی روش هستم، مدرس زبان انگلیسی. امروز قراره که لسن 3 از کتاب از یونیت 1 کتاب تاپ ناچ 2 A رو درس بدیم. اگه اینا کتابا هی زیاد شده آدم قاطی میکنه. پس شد لسن 3 یونیت 1 کتاب تاپ ناچ 2 A که دو سه هفته هستش که ما تدریسش رو شروع کردیم، که گفتم که بهتونم مقطع پری اینترمدییت هستش، که در مورد گریتینگز بود و اینها. حالا امروز بخش ریدینگش رو قراره بخونیم. خب بریم سراغ درسمون. حالا اگه در مورد درسای گذشتمون سوالی دارین حتما کامنت بذارید، ویدیوهای ما رو لایک بکنید تا ما دیده بشیم و دوستانتون بتونن ما رو پیدا بکنن. اگه تا حالا ما رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید، دکمه زنگوله رو بزنید و ما رو اگه دوست داشتید به دوستانتون معرفی کنید. با بریم سراغ درسمون. گفته که discuss gestures and customs، یعنی که بحث کنید در مورد gesture. اون مثلا حالا هم منظورش جسته، یعنی که اون رفتارهایی که شما با مثلا یه چیزی مثل body language هستش یا با دستتون انجام میدید، یک سری نشانه ها هستش که شما با دستتون انجامش میدید یا با مثلا صورتتون یا هرچی هستش gesture هستش. یا custom هم که بهتون گفتم سنت ها و رفتار ها هستش که در سرتاسر دنیا ممکنه متفاوت باشه. خب حالا گفته که before you read discuss which hand gestures people use in your country for the expressions below. میگه که بیاین بحث بکنید در مورد اون مثلا ژست هایی که دست میگیرن، hand gesture، یعنی که اون شکل هایی که با دستتون نشون میدید که مردم سرزمینتون کشورتون استفاده میکنن برای این اصطلاحات پایینی. گفته are there any other gesture you can think of that people often use؟ میگه که در مورد جسترهای دیگه هم شما فکر میکنید استفاده میکنن و اینها، توضیح بدید. حالا پس یک موضوعی هستش در مورد حالا مثل body language، hand gesture، facial expression، اینها هستش که ممکنه توی سرزمین های مختلف شکل‌های مختلفی داشته باشه. حالا مثلا چند مورد اینجا به عنوان مثال براتون گفته که شما میتونید بفهمید که در مورد چی میخواد حرف بزنه. مثلا اینجا گفته A و B کدوم تصویره؟ Come with me توی کشور شما، حالا توی ایران، با کدوم یکی، کدوم هند جستجر بیشتر مورد استفاده قرار میگیره؟ A مورد استفاده قرار میگیره یا B مورد استفاده قرار میگیره؟ یعنی با من بیا. ببینید منم دارم اینجوری میکنم، پس شکل بیه درسته. حالا دومی میگه there he is، یعنی اونجاست. خب حالا ممکنه اینجوری باشه یا انگشت نشون بده کدومش توی کشور شما یا شهر شما یا سرزمین شما بیشتر مورد استفاده قرار میگیره، اینجوری با انگشت نشون بده یا اینکه کاملا دستتو باز کنی به اون سمته. و sixth کدوم یکی توی کشور شما مورد استفاده قرار میگیره، این شکلی یا این شکلی؟ من کلن میگم این شکلی. حالا بازم نظر هر کسی فرق میکنه، حالا من اینجوریش نشون میدم، حالا اینکه مردم چه شکلی نشون میدن شما میتونید بگید که توی کشور. البته این یکی که خیلی استفاده نمیشه، این یکی هم من ندیدم، حالا شاید شما دیده باشیدش. ولی کلن پیرامون این موضوع میخواد صحبت کنه دیگه، hand gesture، body language و اینها که با بدن، زبان بدن چه چیزهایی رو میتونیم به هم دیگه با هم، یعنی با دیگران بتونیم ارتباط برقرار بکنیم. چون اصلا موضوع تکستمون هم همینه، body talk، یعنی بدن حرف میزنه. شما میتونید اینجا ویدیو رو پاز بکنید، متن رو برای خودتون بخونید، مثلا ببینید صفحه چیزی داره یا نه. بله شما بعدش از اینکه متن رو خوندید میتونید اینها رو، گفته که check the statements that are true according to the article، کدومش این درسته بر اساس اون متنی که الان توی صفحه قبل میخواین، یعنی صفحه این صفحه میخواین با هم دیگه بخونیمش. حالا بریم سراغ متنمون. شما میتونید پاز بکنید بخونید اونا رو، انجام تمرین رو انجام بدید، چک میکنیم با هم دیگه. خب نمیشه to communicate well with people of other countries you must learn to speak well, right؟ میگه که برای ارتباط برقرار کردن خیلی خوب با افراد دیگه از کشورهای دیگر شما باید خوب صحبت بتونید، صحبت خوب صحبت کنید، درسته؟
Yes, but speaking isn't everything. میگه اما صحبت کردن همه چیز نیست. Some experts say only 30% of communication comes from talking. میگه برخی این متخصصین میگن که تنها 30% ارتباط از راه صحبت کردنه. Your gestures and other non-verbal actions matter too. میگه که اون جست های شما و دیگه اون رفتارهای non-verbal یعنی اینکه توش حرف زدن دخیل نیست. غیر وربال هست نیستن یعنی وربال نیستن حرفی نیستن یعنی با حرف زدن نیستش هم مورد یعنی اهمیت داره. But in different cultures, the same action can have different meanings. میگه اما توی فرهنگ‌های مختلف یک عمل یکسان میتونه معانی متفاوتی داشته باشه. When you have to meet someone from a different culture, be prepared. میگه وقتی که شما میخواید یک کسی رو از یه فرهنگ متفاوت دیگه ملاقات کنید آماده باشید. Do you know what kind of gesture and customs are appropriate? میگه شما میدونید چه نوع ژستی و چه نوع مثلا رفتاری و مثلا منشی و کرداری و چه سنتی متناسب با اون فرهنگ هستش. خب مثلا این خانم الان چیکار کرده؟ این حالت رو یعنی که بریم زنگ بزن. خب که البته ما هم توی ایران هم ازش استفاده میکنیم. یا مثلا دست دادنه. وقتی که دست میدی یعنی که طرف مقابلت در امان دیگه یعنی تو باش دوستی و از تو بهش هیچ آزاری نمیرسه وقتی با یکی دست دوستی میدی. Let's look at the shaking hands. میگه که البته به طور کلیشو گفتم حالا اینکه سفت دست بدی شل دست بدی یه سری تعابیر مختلفی داره. Let's look at the shaking hand. میگه که حالا بیاییم به shaking hand دست دادن نگاه کن. North Americans like a firm handshake. میگه که آمریکایی‌های شمالی دوست دارن که این دست دادن خیلی محکم باشه. But the French prefer a light, short handshake. اما فرانسوی‌ها دست دادن خیلی آروم، خیلی کوتاه رو ترجیح میدن. If you shake a French person's hand the North American way, میگه اگه شما با یه فرانسوی مثل یک شیوه آمریکایی شمالی بخواید دست بدی، he or she may not like it. ممکنه که او فرد دوست نداشته باشه. People in Eastern European countries and some Latino cultures میگه مردم در اروپا، کشورهای اروپای شرقی و برخی فرهنگ‌های لاتین ترجیح میدن prefer shorter handshakes too. خیلی مثلا دست دادن کوتاه میپسندن و ترجیح میدن همچنین مثل فرانسوی. Hugging after shaking hand is also a common introduction there. میگه بغل کردن بعد از دست دادن منظور تو همین کشورهای لاتینو کالچر و ایسترن یورپین و اینا کانتری یورپین ایسترن یورپین کانتریز. میگه که چون دیگه جای دیگه که نگفته اینا داره معرفی میکنه. بعد از دست دادن بغل کردن همچنین یک معرفی رایج و متداول اونجا. Don't be surprised if a Brazilian gives you a hug. میگه که تعجب نکن اگه یه برزیلی بغلتون بکنه. Give you a hug یعنی شما رو بغل بکنه. بهتون بغل بده یعنی. If you misinterpret gesture of introduction, your friendship may get off on the wrong foot. میگه که حالا اگه شما سوء برداشت بکنید از اون جست و اون رفتاری که برای معرفی هستش، مثلا کسی بغلتون بکنی یا ماچتون بکنی یا هرچی، میگه که اگه شما misinterpret بکنید یعنی سوء برداشت بکنید، دوستتون به مسیر مثلا اشتباهی قدم خواهد گذاشت، قدم میذاره ممکنه. Wrong foot. Everyone around the world knows the okay hand gesture, don't they? میگه هر کسی در سراسر دنیا میدونه مثلا اوکی و هند جستر اوکی و اینطور نیست. مثلا ما میدونیم که مثلا اوکی میگیم اینجوری بکنیم. خب But in Spain, parts of South America and Eastern Europe, the okay sign is considered rude. خب ما اینجوری میکنیم یعنی اوکی، ولی میگه توی اسپانیا بخشای از آمریکای جنوبی و اروپای شرقی این علامت یعنی به عنوان رفتار بی‌ادبانه
در نظر گرفته میشه considered rude. And if you go shopping in Japan, مگه برید توی ژاپن خرید, it means you'd like your change in coins instead of bill. مثلا اگه اینجوری بکنید که مثلا نشانه اوکیه, توی ژاپن انگار مثلا میرید خرید, وقتی اینجوری بکنید یعنی اینکه پول خوردتون و مابقی پولتون رو به جای مثلا به جای اسکناس پول خورد میخواین, یعنی این معنی رو میده. In France, making the okay sign means zero or that nothing is worthless. میگه حالا تو فرانسه این حالت, یعنی که وقتی که میخواید علامت اوکی رو بدید, به معنیه که صفره یا یه چیزی هستش که هیچ ارزشی نداره. So check before you use the okay sign to be sure it's okay. میگه بنابراین چک کنید پیش از این که میخواید این sign اوکی رو نشون بدید, این علامتش رو, مطمئن باشید که اون به معنی اوکی هستش. Understanding even a few key gestures from different cultures can make you a better communicator. میگه فهمیدن حتی چند تا این جست های کلیدی از فرهنگ های مختلف میتونه به شما یک از شما یک کامیونیکیتر, یعنی کسی که میخواد ارتباط برقرار کننده بهتری رو ازتون بسازه. So next time you travel, try being culturally sensitive. میگه بنابراین دفعه آینده که دارین سفر میکنین, سعی کنین که به لحاظ فرهنگی culturally خیلی sensitive باشین, حساس باشین نسبت به این امروز, اهمیت بهش بدید. Find out the local gesture and let your body talk. میگه بیابید اون جست های محلی و بومی رو و اجازه بدید که بدنتون صحبت بکنه, چون همین جوریش خیلی راحت میتونیم با بادی لنگویج بتونیم اون حرفی که میخواییم رو بتونیم بزنیم. حالا اینجا ببینیم کدوماش درسته, چون عنوانمون هم همین رو خواسته. گفته 70% of communication comes from non-verbal actions. درسته, چون گفته بود که اینجا گفته بود فقط 30%, آره دیگه, only 30% of communication comes from talking, یعنی 30% از talking میاد, خب 70% از non-verbal میاد دیگه, خب درسته, مثل hand gesture, body language و اینها, پس درسته. If you don't speak someone's language, میگه اگه شما نمیتونید, اگه شما صحبت نمی کنید به زبان کسی, it's always safe to use gesture from your own culture. میگه که خیلی همیشه خیلی امنه که استفاده بکنید از جستر هایی که متعلق به فرهنگ خودتونه. نه غلطه, چون گفته بود که شما باید یه مثلا همین اوکی رو گفته بود, تو جاهای دیگه معانی مختلفی داره, گفته بود مطالعه بکنید, دارید میدید استفاده نکنید, پس این غلطه, درست نیست. حتی همون هند شیک هندز هم فرم و لایت داشته باشه اینها, پس این درست نیست. Eastern Europeans generally don't like long handshakes. درسته؟ گفتش که ببینم گفتن جنرال به طور کلی, ببینم اینجا همینو گفته بود. Yes. درسته. درسته گفته بود. Long رو دوست ندارن, short دوست دارن. بعد گفته hugging is common during introduction in Brazil. درسته گفته بود تعجب نکن اگه یه برزیلی بغلتون کرد. Japanese people think the okay sign is rude. Japanese people نه فکر نمی کردن روده, گفت کشورهای دیگه این نظرشونه. توی ژاپن این بودش که به معنی که پول بقیه پولم رو سکه بده, اسکناس نده بود, پس این هم غلطه. حالا گفته که discuss the question. Have you ever been surprised by someone's body language on TV? In the movies or in real life. میگه آیا تا کنون سورپرایز شده اید از اون بادی لنگویج کسی توی تلویزیون یا توی فیلمی یا توی زندگی واقعی؟ What was the non-verbal action? اون چی بود؟ اون عمله که حرف توش نبوده, talking نبوده, چی بوده؟ What do you think it means? شما چی فکر میکنید؟ معنیش چیه؟ And why were you surprised? چرا surprised شدید؟ حالا شما در موردش فکر کنید, ببینید که آیا چنین چیز رو دیدین یا تو زندگی واقعیتون که سفر کرده باشین یا تو تلویزیون, تو فیلم, که اگه مثلا یه hand gesture یا body language انجام شده و شما ندونستید, مثلا این خود یک عمل non-verbal action دیگه و معنیش رو ندونستید, آیا میتونید حدس بزنید به چه معنی هستش؟ surprised شدید, چرا surprised شدید و در مورد این موضوع صحبت بکنید. و نهایت الان من
حضور ذهن ندارم که تالا چنین چیزی دیدم که باعث سورپرایز شده من شدن من باشه. من خب الان توی ذهنم نیستش که بهتون بگم. ولی خب شما یه فکر بکنید بیشتر که ببینید که تا حالا چه توی زندگی واقعیتون چه توی تیوی یا مووی دیدین یا نه. حالا اینجا هم گفته که discuss gesture and custom. خب read the travel tips about gesture and custom around the world. Compare your own custom with those described. حالا یه سری اینجا travel tip داره اینجا به همون داده. یه سری اون رفتارها اون فرهنگ و سنت‌هایی که سرسر جهان وجود داره. بعد میگه که بیا با خود فرهنگ خودتون مقایسه بکنید. ببینید که چه بچه تمایزی و چه بچه شباهتی بین این مثلا این رفتار توی یک کشور با کشور شما داره. خب گفته که مثلا اینجا گفته که if you are going to be more than 15 minutes late for a party, lunch or dinner, you should call to explain. اینجا United States. میگه اگه شما توی آمریکا بخواییم جایی دارید جایی میدید و بیشتر از 15 دقیقه برای یک مهمونی یا ناهار یا شامی دیر کرده باشید باید زنگ بزنید و توضیح بدید. یعنی فکر کنید تو راهی 15 دقیقه هستش که دیر کردید بعد زنگ بزنید توضیح بدید. آیا تو ایران هم این شکلی هستش یا نیستش؟ و به نظرم هستش چون یه خورده دیر میکنیم واسه نگرانی طرف شما اکثرا خوب زنگ میزنیم میگیم که تو ترافیک گیر کردیم و یا مثلا یه مشکلی پیش اومده دیر اومدیم و ما هم زنگ میزنیم نمیذاریم طرف بمونه همین جوری که چه اتفاقی افتاده. بعد این ولی یکیه کوریا. When a visitor is leaving your home, you should walk with that person out the door. میگه که وقتی که یک کسی میاد خونتون مثلا برای دیدنتون داره خونتون رو ترک میکنه، شما باید تا با اون شخص تا دم در تا خارج از درم برید باهاش. اینا که اینا خیلی مرسومه تی ایران. تازه یک سری بحثا هستش که همون دم در تازه باز میشه و شروع میکنن به صحبت کردن و خب خیلی مرسومه. تازه یادشون میفته که دم در مثلا موقع ساعت 12 شب دارن همین میخوان خدافظی کنن، یاد یه موضوع میفته همون دم در شروع میکنن به صحبت کردن. حالا اکوادور. If someone gives you a gift, thank the person and open it right away. میگه تو اکوادور اگه کسی به شما هدیه بده تشکر میکنید از اون شخص و همونجا در جا هدیه رو باز میکنید. که اینجا تو ایران بعض وقتا هست بعض وقتا هم نیستش. خیلی ها هستن که هدیه رو همونجا باز میکنن بعضی هم نمزن بعدم. If you invite someone to go to a restaurant, you should always pay for the meal. اینجا میگه اگه شما اینوایت کنید کسی رو دعوت بکنید به رستوران، شما باید همیشه برای اون پول مثلا غذا رو پرداخت کنید. خب آره دیگه طبیعیه دیگه، من شما رو دعوت میکنم، قرار که نمیذارم که بگم که بریم با هم دیگه رستوران، قرار اینجوری نیست. من شما رو دعوت میکنم به یه رستورانی، خب مسلمه خودم من باید پولش رو پرداخت کنم دیگه. حالا بازم بهش فکر کنید. When greeting people, older people should always be greeted first. میگه که وقتی که شما دارین با کسی سلام احوال پرسی میکنید، افراد مسن‌تر باید همیشه اول مثلا سلام احوال پرسی باهاشون بشه. منگولیا، مغولستان، بله اینا اینجا هم رسمه که اول به افراد بزرگتر سلام احوال پرسی میکنن بعد کوچیک‌ترها. If you want to get a server's attention, it's more polite to use eye contact rather than hand gesture. کنیا میگه اگه شما میخواید توجه یک مثلا گارسون یک رستوران یا سرور ویتر یا توجهش رو جلب بکنید، مؤدبانه تره که آی کانتکت داشته باشه، بهش نگاه کنید تا اینکه مثلا از دستتون استفاده بکنید. و اینجا هم هستش هم مؤدب استفاده میکنم آی کانتکت داریم، سر تکون میدیم اینا طرف متوجه میشه، یا حتی میگیم اکسکیوز می. Before you enter someone's home, you should take off your shoes. Ukraine. میگه که اگه شما وقتی که پیش از اینکه وارد خونه شخصی بشید، شما باید کفشتون رو در بیارید. اوکراین. بله ما هم توی خیلی اکثر خانه های ایرانی کفشمون رو در میاریم. حالا یه تک توکی هم باشن که خیلی اهمیت ندن، ولی اون چیزی که خیلی بیشتر هستش اکثریت قریب به اتفاقمون یعنی کفشمون رو در میاریم. میگیم داخل خونه کسی. حالا شما میتونید این موضوع بحثتون باشه، با جاهای دیگه هم میتونید اینو مقایسه بکنید. اگه شما ایده‌ای داشته باشین یا یک تجربه‌ای داشته باشین از جایی میتونید با اینها
مقایسه کنید و در موردش صحبت بکنید. بعد گفته with a partner choose a topic and discuss your country's customs. یکی در مورد اون سنت های کشورتون صحبت بکنید. Then write notes about your country on the notepad. مثلا گفته که topic showing respect for older people. It's not polite to disagree with an older person. که در مورد اون رفتارهایی که تو کشورمون هستش. که میگه که باید به افراد مسن‌تر اون احترامت رو نشون بدی. اینی که مؤدبانه نیستش که با افراد مسن بخواید از سر ناسازگاری در بیایید و بگید نه ما باهات موافق نیستیم. حرفتون غلطه و اینها. بعد اینجا هم گفته که خب اینجا الان یه عالمه براتون امکان وجود داره که شما بتونید حرف بزنید در مورد سنت ها. بعد گفته are the rules the same for both men and women؟ آیا یک سری قوانین مشابهی برای هر دو مرد و زن وجود داره؟ و how about for young people or older people explain؟ یعنی یه سری قوانین یکسان برای مرد و زن یا یک سری قوانین یکسان برای افراد جوان و افراد پیر توضیحش بدید. بعد تاپیک هایی هم که اینجا هستش میشه ازش استفاده بکنید. مثلا گفته showing respect to older people, do's and don'ts for gestures, invitations, visiting someone's home, giving gifts, offering or refusing food, touching or not touching, لمس کردن, your own topic. مثلا همین offering or refusing food اینجا خیلی کاربرد داره در مورد مثلا غذا تعارف کردن و رد کردن غذا و هدیه دادن و اینها هست. بعد گفته که underline language in the reading on page 8 to use in the discussion. For example, منظورش اینه که از این اصطلاحات و از این واژه هایی که توی متن هستش حتما زیرشو خط بکشین و برای حرف زدنشون ازشون استفاده کنین. Don't be surprised if و همینطور از این اصطلاحات برای حرف زدنتون کمک بگیر. چون گفتم بهتون ریدینگ حالا چند منظور است. هم برای مثلا درک مطلبتون خوبه که بفهمید یه متن چی گفته، هم بتونه بهتون داره لغت جدید و اکسپرشن جدید یاد میده، هم نکات گرامری بهتون یاد میده، هم میتونه هم بهتون کمک میکنه که توی حرف زدن از چه جملاتی استفاده کنید، چه جوری حرف بزنید. پس میبینید که ریدینگ خیلی کاربردیه. خب اینم از درس امروز ما، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و لطفاً اگه سوالی داشتین حتما کامنت بذارید، ما رو لایک کنید، سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید و به دوستانتون معرفی کنید. همین، take care، bye bye.